سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان گرامی درس اسپینوزا کارشناسی ارشد. جلسه هفتمه که به صورت صوتی خدمتتون ضبط میکنم و براتون میفرستم. در این جلسه بیشتر میخوام اون بخش باقی مانده از فصل یکم از کتاب اخلاق رو گزارش بکنم که بتونیم با سرعت بیشتری کل کتاب رو پوشش بدیم، مطالبش رو. خب، مطلبی که جلسه گذشته دربارش بهش رسیدیم بعد از اینکه انواع علیت، دو سلسله گوناگون علیت رو گفتیم و گفتیم که اراده قدرت خداوند به نحویه که از طریق بی نهایت صفت و بی نهایت نامتناهی حالت از جهات گوناگون بیان میشه، اما اگر به مثابه نامتناهی علت باشه تمام معلولات هم نامتناهی هن، و اگر اون رو در سطح که سطح ناتورا ناتورانس میشه، اما در سطح ناتورا ناتوراتا که در نظر بگیریم هر حالت متناهی این معلول خداوند هست، اما نه از آن جهت که خداوند نامتناهی است، بلکه از آن جهت که خداوند به مثابه یک حالت متناهی دیگری بیان شده و آشکار شده که اون حالت متناهی دیگر علت این حالت متناهیه، و این سلسله از علتی که بین حالات متناهی برقرار نیست تا بی نهایت تا نامتناهی همجور میره و هیچگاه هم به خداوند از آن جهت که نامتناهیه نمیرسه، چون اون منظر دیگه‌ایه، اونجا تحت سرمدیت به مسئله نگاه میکنیم، اینجا نه، داریم در تحت تناهی به مسئله میپردازیم. بنابراین این دو سطح از هم جدا میشن و با هم وحدت پیدا نمیکنن، گرچه همواره همه چیز در سطوح مختلف خدا رو دارن بیان میکنن و این مسئله حذف نمیشه. در ادامه بحث رسیدیم به این که خب اراده رو از خداوند و فریکاز و علت آزادی که خداوند بود نفی کردیم، و در گام بعدی هم اومدیم و درباره این حرف زدیم که نظام احسنه و این چیزهایی که توسط خداوند پدید آمده به نحو دیگری، به هیچ نحو دیگری نمیتونست پدید بیاد. در ذیل این قضیه 33 بودش که بحث کانتینجنسی یا امکان رو طرح کرد اسپینوزا و تعریف کرد از ضرورت و از امتناع، و گفت ما این دو حالت رو داریم که حالا یا وقتی میگیم یه چیزی ضروریه یا به واسطه ضرورت ذاتشه یا به واسطه ضرورت علتش ضروریه. اگر هم چیزی میگیم ممتنعه، باز به خاطر تناقض ذاتشه یا به خاطر اینه که علتی که اون رو پدید بیاره و ضرورت ببخشه وجود نداره. به این دو معنا ما داریم امتناع و ضرورت رو معنی میکنیم. یک بار ضرورت و امتناع برای چیزی بر اساس ذاتش، یک بار بر اساس ضرورت و امتناع بر اساس علتش. بعد از اینکه قضیه 33 مطلبی بود که جلسه گذشته خدمتتون عرض کرده بودم، در قضیه 34 اسپینوزا میرسه به بحث قدرت خداوند که میگه قدرت خداوند هم همان ذاتش است. پیش از این به ما گفته بود که وجود خداوند هم همان ذاتش است، اکنون میگه قدرت خداوند هم همان ذاتش است. قدرت خداوند چیه؟ قدرت خداوند همان چیزی است که علت، یعنی بر اساس علت آزاد اصلا بحث قدرت تر شد و علیت خداوند و وجود بخشیش. قدرت خداوند یعنی اینکه خدا علت بودن خود و تعین کنش های خود است و نیز علت بودن تمامی چیزهای دیگر و تعین کنش های آنها است. اگر این چنین باشه، خب ما بگیم که از صرف ضرورت ذات خدا برمیاد که علت آزاد باشه، یعنی علت بودن و کنش خودش و علت بودن و کنش هر امر موجب و مضطر دیگری، پس متوجه میشیم که این قدرت خدا که همین علت بودن و تعین کنش خودش و همه دیگر موجوداته با ذاتش یکی میشه، چون کاملا از ذات برمیاد، از صرف ذات، صرف ضرورت ذات این مسئله برمیاد. پس وجود خداوند، قدرت خداوند و ذات خداوند یک چیزه و این ربطی به اون مسئله نداره که در واقع ما میگیم که
عقل هر چیزی را جزء هر چیزی رو همچون مقوم ذات جوهر ادراک میکنه بهش میگیم صفت. اینا صفت دیگه نیستن، اینا خود ذاتن. God's power is his essence itself، یعنی خود ذاته، نه از آن از جهت خاصی تحت صفت خاصی. خب و این مسئله بسیار مهمه، یعنی ذات خداوند قدرته. و این مسئله مسئله‌ایه که در قرن بیستم به ویژه در تفسیرهایی که مثل تفسیر دلوز و تفسیرهای نزدیک به او وجود داره، این مفهوم قدرت بسیار بسیار پررنگ میشه. یعنی وقتی که سخن از خداوند میخواد گفته بشه، بیشترین چیزی که مد نظر قرار میگیره مفهوم قدرته، یعنی اینکه میتوان توان پدید آوردن که بر اساس حالا قضیه 35 توان پدید آوردنیه که هیچ چیزی اون رو محدود نمی کنه، هیچ زمانمندم نیست که بخواد در زمان محدود بشه. اگر چیزی رو عقل تصور کنه که اون میتونه پدید بیاره، اون حتما پدید آورده. بنابراین همون مطلبی که پیشتر هم خدمتون عرض کرده بودم که گفتم اگر چیزی برای خداوند ممکن باشه، اون موجوده. هر چیزی رو که عقل بتونه اون رو قدرت خدا بتونه به اون تصور کنه که میتونه به اون تعلق بگیره، اون به ضرورت وجود داره. چرا به ضرورت وجود داره؟ چون هیچ مانعی وجود نداره برای وجود نداشتنش. علت وجود داره دیگه، علت وجود داره، به ضرورت معلول هم وجود داره. بنابراین این قدرت یک مفهومیه که بسیار بسیار مهمه برای ورود ما به بحث پیوست کتاب. یعنی اینکه اگر ما قدرت خداوند را، اگر ذات خداوند را، جوهر نامطلق نامتناهی را معادل یک قدرت نامتناهی در نظر بگیریم که یعنی هیچ محدودیتی نداره و ایجاب محضه، فعلیت مطلقه، در چنین نوع فهمی مفهوم غایت و غایت انگاری کاملا بی‌معنی میشه. چرا؟ چون هر آنچه به ضرورت باید باشد، نه در انجام و پایان بلکه در آغازه. یعنی اون نگاهی که ما مثلا در فلسفه هایی مثل ایدالیسم آلمانی بعداً پیدا میکنیم، مثل هگل، مثل حتی توی کانت وجود داره اون مفهوم غایت، توی از کانت هم آغاز میشه در ایدالیسم آلمانی، اصلا در فیشته وجود داره، در شلینگ وجود داشته، در شلینگ متقدم و همچنین در هگل، این کنار میره. چرا؟ چون مطلق قرار نیست در پایان آشکار بشه، وضعیت کمال خداوند در پایان نیست، کمال خداوند در آغازه. وجود در یک سیر ارگانیکی در پایان به کمال خیش نمیرسه مثل یک موجود طبیعی، بلکه وجود نامتناهی از آغاز نامتناهیه، اترنال، سرمدیه. اصلا نیازی به این نداره که بخواد از طریق آشکار شدن به کمال خودش برسه، بلکه آشکار شدن نتیجه کمالشه، نه اینکه آشکار شدن وسیله یا راه رسیدنش به کمال باشه که از طریق جهان و از طریق اون وقت برترین موجود این جهان که آگاهی و خودآگاهی انسانی باشه، روح از خودش آگاه بشه و فی نفسه و لنفسه بشه. این از این جهت فلسفه هگل و اسپینوزا مقابل هم میستن. چرا؟ چون اون نقطه کمال در فلسفه اسپینوزا در آغازه، در صورتی که نقطه کمال در فلسفه هگل در پایانه. و همون نقدی که هگل به شلینگی میکنه که در واقع در زمانه تقریبا دیگه اندیشه هاش در اواسط عمرشه و داره اواسط عمر فکریش البته و داره میچرخه به سمت شلینگ متأخر، نقدیه که میگه تو از مطلق شروع میکنی، تو از مطلق آغاز میکنی. یعنی بحثای فلسفه طبیعت شلینگ رو به چالش میکشه هگل، به خاطر این که میگه که تو مثل مطلق، تو ناگهان مثل تیری که از تپانچه خلاصه شلیک بشه به بیرون میجهه. این مطلق تو شبیه که تمامی گاوها در آن سیاهن. یعنی چی؟ تمام تعیوناتون از بین رفته، تمام تفاوتاتون از بین رفته. و این نقطه آغاز فلسفه تو هگل در آغاز پدیدارشناسی نقدش اینه که میگه از این نمیشه شروع کرد، باید اتفاقا از ساده ترین و
البته انتزاعی ترین به معنای هگلی، یعنی پوچ ترین و بی محتوا ترین تجربه ها شروع کرد تا رسید به مطلق. این گونه نیستش که ما بتونیم از مطلق آغاز بکنیم. بنابراین این دوتا نگاه از این جهت بسیار با هم متفاوتن و برمیگرده به مبادی اونتولوژی فهمشون از جهان. به نظر اسپینوزا هنوز ساحت اترنیتی اصله، ساحت سرمدیت اصله، منظر سرمدیت اصله و نمیتوان از طریق منظر متناهی زمانمند تاریخی به منظر سرمدیت رسید. باید از منظر سرمدیت به مسائل نگاه کرد، آنگاه منظر تاریخی و منظر جزئی نگر و متناهی هم قابل توضیح خواهد بود. این تفاوتیه که وجود داره. قضیه 36 قضیه بسیار مهمی از این جهت که به ما میگه که هیچ چیزی نیستش که وجود داشته باشه و بیانگر قدرت خدا نباشه، چون اصلا وجود داشتنش یعنی بیان قدرت خداوند دیگه در واقع. و در نتیجه چون هر چیزی به نحوی، هر حالت متناهی به نحو معین و متعینی داره قدرت خدا رو بیان میکنه، پس چیزی در جهان نخواهد بود که اثر نخواهد نداشته باشد. هر چیزی در جهان اثر داره، حتی جزئی ترین چیزها و بی ارزش ترین چیزها. چرا؟ چون بعدن اسپینوزا در قضیه در فصل سوم به ما خواهد گفتش که اون ذات هر چیزی، اون کناتوسشه، اون میل درونیش به خیشتن پایی و حفظ وجود خودشه، که این اساس ذاتیت هر موجودیه و این چیزی نیستش که اصلا در یک نگاه پنتئیستی حذف بشه و بگیم که اصلا وجود ندارن این جزئیات. نه، این جزئیات کاملا وجود دارن، وجودشون هم منشأ اثره، به هیچ وجه هم قابل حذف نیست و مهمتر از همه این وجود یه وجود یگانه‌ایه که اصلا قابل فروکاستن به هیچ چیز دیگری هم نیست. بنابراین درسته که قدرت خدا در آغاز داره قرار داده میشه، درسته که قدرت خدا اصله و همه چیز بیانگر هرچه هست، بیانگر قدرت خداونده، اما اون جنبه بیانگری قدرت خداوند جنبه اختصاصی و یونیک وجود هر چیزیه و نمیشه اون رو حذف کرد و گفت که حالا پس چون اینا بیانگر خدا هستن پس خدا اصله و اینا دیگه اصلا نیستن. همون دوره خدا حرف بزنیم و یک به نحوی پنتئیستی شروع کنیم به صحبت کردن درباره جهان. بنابراین نه تنها ذات خداوند قدرته، قضیه 36 داره ما نشون میده که ذات هر آنچه هست هم قدرته. بر چی؟ قدرتی برای بودن و قدرتی برای کنش ورزیدن. منتها این قدرت، قدرتش بر اساس قدرت خداونده، قدرت خداوند بر اساس ذاتشه، اما همه چیز رو دیگه حالا بر اساس قدرت بودن. این ببینید حتی وجود هم برای اینجا با قدرت توضیح داده میشه، یعنی قدرت بودن و قدرت کنش ورزیدن، همه چیز داره دیگه بر اساس این قدرت، مفهوم قدرت توضیح داده میشه. اما برسیم به اپندیکس یا همون پیوست کتاب که خدمتتونم اشاره کرده بودم، از دربارش یک اجمالی گفته بودم براتون که در واقع توی این چه شد که این پیوست لازم بود، که اون سه بخش رو گفتم و گفتم که اسپینوزا به نظرش اون خطای بنیادین، خطای غایت انگاریه که باعث میشه هر پیش داوری دیگری هم که در تفکر بشر پدید میاد مبتنی بر اون باشه. اما بر اساس این پیش داوری سه تا پرسش طرح میکنه که توی این پیوست به اونها میخواد پاسخ بده. چرا مردم، انسانها، بیشتر انسانها این امر رو میپذیرن، غایت انگاری رو، و اون رو درست میانگارن؟ چرا تمایلی دارن طبیعی بر اساس به طبع دوست دارن که اینو بپذیرن؟ یک، دو، چرا غلط است؟ و سه، چگونه دیگر پیش داوری ها و فهم های پیشینی درباره خوب و بد، درباره ثواب و گناه، درباره ستایش و نکوهش، درباره نظم و بی‌نظمی،
درباره زیبایی و زشتی، همه اینها مبتنی بر این هستن. به نظر اسپینوزا این دوگانه های ارزشی که همشون ارزش باورانن، همشون مبتنی بر یک نگاه تلئولوژیکن و وقتی که به خود وجود تلئولوژی نسبت داده بشه، یعنی گویی خود وجود به سمت کمال خیش در حال حرکت است، خود وجود به سمت این حرکتی که روز به روز کاملتر و قویتر بشه، اون وقت ما در خود وجود یک خوب و بدی رو قرار میدیم که این خوب و بده که اون غایت انگاریه چون انسانیه، این خوب و بده هم همه انسانیه، یعنی ناظر به یک منظر کاملا متناهی داره وجود دیده میشه و ارزیابی میشه. و اسپینوزا میخواد بگه که وجود را تا تحت سرمدیت نبینی، هیچ از وجود ندیدی و صرفا یک خلاصه نگاه بسیار ساده است به مسئله وجود و از منظر متمم. اما در رد اولین بخش که چرا، یعنی در جواب اولین بخش که چرا همه انسان‌ها به طبع به این مسئله متمایلن که غایت انگار باشن، یه تعبیر قشنگی رو به کار می‌بره اسپینوزا. این تعبیر رو دقیق به دقت به کار برده، از هر بخشش هم استفاده ای کرده. میگه انسان علت چیزها را نمیداند، وقتی به دنیا میاد علت چیزها را نمیداند. هر انسانی وقتی متولد میشه در پی منافع خودشه، این همه فرضه. انسانی که به دنیا میاد علت چیزها را نمیدونه، خب فرضیه که مقبوله برای هر انسان. بچه هیچ فهمی نداره از اینکه علت چیزها چیه، چیزها رو بر اساس علتشون نمیشناسه. اما همه انسان‌ها از همون لحظه تولد در پی منافع خودشون هستن. این منافع هم در راستای اینه که وجود خودشون رو حفظ بکنن و زنده بمونن. این هم یک فرض بسیار عامیه و یک فکتی که از لحاظ درون نگرانه برای هر انسانی ممکنه قابل انجام باشه، به اینی که انسان از این مسئله هم آگاهه که چی؟ که میل داره به یک چیزهایی. یعنی انسان هم علت چیزها رو نمیدونه وقتی به دنیا میاد، هم به چیزهایی میل داره به مثابه منافع خودش، و هم از این میل داشتنش آگاهه که من فلان چیز رو میخوام، من فلان چیز رو دوست دارم، من از فلان چیز بدم میاد، و یعنی یک حالت رفلکتیوی نسبت به مسئله هم داره که در خودش یک میلی به چیزها میبینه و این درکش از میل خودش سبب یک سری باورهایی میشه. این که ما علت چیزها را نمیدانیم، به نظر اسپینوزا اینا نتایجی داره. وقتی ما علت چیزها را ندانستیم، این باعث میشه که ما چیزها را وسیله میانگاریم. یعنی ما نمیدونیم که این چیزهایی که در جهان هستن، مثلا حیواناتی که وجود دارن، گیاهانی که وجود دارن، تمام چیزهایی که در طبیعت وجود داره و انسان در میان آن به دنیا میاد و زندگی میکنه، علت وجود اینها رو نمیدونه. در نتیجه اینها رو دارای یک علتی در نسبت با وجود خودشون در نظر نمیگیره. در نسبت با چی در نظر میگیره؟ در نسبت با میل خودش در نظر میگیره که این چیزها میتونن چی باشن، یا متعلقات میلشن، این یه چیزایی که میره ازشون استفاده میکنه، یا از اینها استفاده میکنه برای اینکه به انبیالشون برسن. به همین خاطر انسان چند تا خطا رو با هم انجام میده بر اساس این فرضها، بر اساس این که نمیدونه علت چیزها رو، اونا رو وسیله میانگاره، بر اساس این که میل داره و در پی منافع خودشه و میل داره برای رسیدن به این منافع، درباره هر چیزی در پی علت غایی اونه. یعنی میگه که من اینطوری هم دیگه، من همواره به سمت یه غایتی در حال حرکتم. مدام این رو در خودش میبینه که همواره داره به سمت یک غایتی حرکت میکنه. در نتیجه هر چیز دیگه هم به نظرش چیه؟ همین حالت رو داره، در پی یک غایتیه، در پی یک خلاصه اون رو در پی یک غایتی میفهمه که البته اون غایت ها هم همواره برمیگرده به خودش،
یعنی غایت تمام چیزها میشه اون وقت برآوردن احتیاجات من و نیازهای من. و از این امر آگاهه. خطای سوم اینه که خودشو آزاد میپنداره. بنابراین این تعبیر اول که در پاسخ آورده که سه بخشه، انسان پس از تولد علت چیزها رو نمیدونه، در پی منافع خودش یعنی میلهایی داره و از این میل هم آگاهه، از هر کدوم سه تا مطلب بعدی که آورده، کرولاری اول این که انسان خودشو آزاد میانگاره، برآمده از اینه که انسان از میل خودش آگاهه، از میل خودش آگاهه اما از علت میلش آگاه نیست، علت چیزها رو نمیدونه، برای اینکه از میلش آگاهه اما از علت میلش آگاه نیست، بنابراین خیال میکنه این میلش علت نداره، خیال میکنه میلش علت خوده، اون رو آزاد میانگاره. علت چیزها رو نمیدونه، اونها رو وسیله میانگاره. و همچنین درباره هر چیز کرولاری دوم این که چون خودش همواره بر اساس غایت عمل میکنه و بر اساس منافعش عمل میکنه، در نتیجه در هر چیز دیگه‌ای هم دنبال این غایت میگرده و دنبال میگرده که بالاخره غایت اونها چیه، و وقتی غایت اونها رو پیدا نمیکنه، خب به خودش برمیگرده و گمان میکنه که این به خودش ربط داره، یعنی اینا در به خاطر رفع نیازهای او پدید اومده. این مسئله حتی به دیگر انسان ها هم برمیگرده، یعنی ما وقتی که اعمالی انجام میدن اونها رو بر اساس غایاتی که خودمون برای اعمالمون در نظر میگیریم قضاوتشون میکنیم، یعنی همواره به جای اینکه ما بر اساس علت فاعلی چیزها رو بشناسیم، خوب توجه کنید این اصل سخن اسپینوزا در اینجاست، به جای اینکه بر اساس علت فاعلی بشناسیم، یعنی همون کاری که عقل انجام میده و تا کنون در فصل یکم انجام داده، میایم چی کار میکنیم؟ میایم بر اساس خیال با سنجش اونها با خودمون و بر اساس حالات درونی شخص خودمون که بیشتر نشان دهنده تخیل ماست که ما چیزها رو چگونه تخیل میکنیم و چگونه متأثر میشیم ازشون و درک داریم ازشون، اونها رو میفهمیم. وقتی که بر اساس خیالمون با جهان روبرو بشیم، غایت انگاری رو اصل قرار دادیم. چرا؟ چون که خودمون و شخص خودمون و شخص خودمون به مثابه یک فرد را معیاری قرار دادیم برای فهمیدن هم انسانهای دیگر، هم موج طبیعت و جهان و هم کل واقعیت وجود. وقتی که ما این تلئولوژی و غایت انگاری رو نسبت بدیم به وجود، اسپینوزا میگه ما این خطای بنیادین شناختی رو انجام دادیم که توش این فهم خیالین غایت انگاری که برآمده از ناآگاهی ما نسبت به علت امیالمون و در عین حال آگاه بودن از امیالمون همچون علت اعمال بعدیمون که میریم و ما رو میکشیم، مثلا ما میخوایم سیر بشیم، راه میفتیم، حرکت میکنیم، میریم تا میرسیم به یک غذاخوری و اونجا غذا میخوریم و سیر میشیم. میبینید این غایتی بوده که ما رو کشیده به سمت خودش، اینجا بر اساس علیت غایی حرکت کردیم. اینجا ما چگونه داریم نگاه میکنیم؟ بر اساس تخیلمون داریم نگاه میکنیم، از منظر فردی خودمون نگاه میکنیم، یعنی نمیتونیم علت گرسنه شدنمون رو ببینیم. اگر یه تحلیل علمی باشه ما میگه که علت گرسنه شدن شما و میل کردن به سمت غذاخوری رفتن ترشح هورمون‌های در حالا معده شما و بعدن رسیدن پیام‌هایی به مغز شما و این سبب میشه که شما میل کنید و برید. خب این تحلیل علمی میاد بر اساس علت فاعلی بزنه که این باز این هورمون‌ها چرا ترشح شده، مثلا به خاطر نیاز سلول‌ها به غذا که اونها باز پیام هایی دادن. این همینجوری همینجوری میره عقب و ته هم نداره، این تا بی نهایت حرکت میکنه. این ماجرای علیت یه جوری نیست که به یه جایی برسیم در درون طبیعت از آن جهت که ما با حالات متنائی و اشیاء جزئی روبرو هستیم برسیم به یه علت خود، نمیرسیم. این همینجور عقب میره این روند علیت، اما هست، این نظم طبیعته، این order of nature، بر هم نمیخوره اما همواره هست.
آن چیزی که سبب خطای ما میشه در پذیرش و میل به غایت انگاری، برای اینکه ما این مسئله رو به صورت طبیعی در خودمون هر انسانی میابه که میلی رو در خودش میابه که از علت اون ناآگاهه. برای همین به طبع انسان تمایل داره به سمت چی بره؟ به سمت پذیرش غایت انگاری بره. اما مطلب بعدی که مطلب دومه، این جمله‌ای که اینجا میگه اسپینوزا خیلی عالیه. میگه این نحو اندیشیدن بر اساس علیت غایی و این جور به طبع متمایل بودن به غایت اندیشی و غایت انگاری، میگه میتونست حقیقت رو تا ابد از انسان پوشیده بداره. اگر ریاضیات که تنها با ذوات و ویژگی‌های اعداد سر و کار دارد و نه با غایات اعداد، معیار دیگری برای حقیقت آشکار نکرده بود. خیلی مطلبی که اسپینوزا اینجا میگه مهمه. ریاضیات فقط این نیستش که یک علمیه که در طول تاریخ موفق بوده، این موفقیتش یه جنبه دیگه هم داره و اون اینه که به هیچ وجه علیت غایی در سطح ریاضیات کاربرد نداره. الگوی استدلال کردن و علتیابی، یعنی همون استدلال کردن، دلیلیابی برای امور در ریاضیات بر اساس علیت غایی نیست، بر اساس علیت سوری و فاعلی. یعنی به هیچ وجه کاری نداره، چیزها رو بر اساس تعاریفشون میفهمه، بر اساس زوادشون میفهمه، مثلث بر اساس تعریفش میفهمه، یعنی که اون هم در خودش باز داره توضیح میده علتهای پدید آمدن مثلث رو، بنابراین نه بر اساس غایتش. که الان مثلث مثلا چیزیه که به این درد میخوره برای ما. ببینین مثلا ما میگیم دندان آفریده شده است برای آن که من با آن بتوانم راحت تر غذا بخورم. وقتی اینطوری شروع میکنم فکر کردن، همون استدلالی که دکارت هم به کار میبره شاید خوب بشه، ما هیچ وقت غایت خدا را نخواهیم دانست از پدید آوردن چیزها. ما بیشتر داریم این پدید آمدن دندان در دهانمون رو بر اساس نیازهای خودمون میفهمیم، داریم محدودش میکنیم به نیازهای خودمون، بر نه بر اساس علتش. مثلا علتش چی بود؟ نه، یه ژنتیکی وجود داره، در این ژنتیک یک سری قواعدی وجود داره که شکل میده به نوع بودن این موجود زنده. وقتی ما میریم توی فیزیولوژی، وقتی میریم توی بیولوژی، داریم با این به نحو علمی این کار دیگه انجام میدیم، دیگه علیت غایی رو گذاشتیم کنار. خب اما سوال دوم که چرا این غلطه اصلا، چرا غایت انگاری غلطه؟ خب اسپینوزا میگه که میگه برای اینکه نیچر و طبیعت هیچ غایتی در برابر هیچ نداره که غایت بذاره، و همه غایات، همه علل غایی نیستند مگر تصورات و تخیلات انسانی، تخیل برساخته های ذهن انسان هستند. میگه این پیشفرض، بعد برای توضیحش میگه خب برگردیم به قضیه 16 و 32 کورولاری اول و دوم، در اونها توضیح داده. خب ما هم دیده بودیم بحثایی که اونجا ها کرده بود، در واقع ما پیش از این با این مفاهیم آشنا شده بودیم که این بالاخره امکان نداره، این غایت انگاری قابل پذیرش نیست. اما مطلبی که اینجا میگه خیلی مطلب ساده تریه. میگه این پیشداوری اصلا کلن طبیعت رو باجگونه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه جای علت و معلول عوض میکنه این پیشفرض. یعنی چیزی که پس از علت میآید که معلولشه رو میکنه چی؟ میکنه علت غایی. چون غایت همواره پس از علت میاد دیگه، علت غایی پس از پدید آمدن چیز پدید میاد. خب علت همواره پیش از پدید آمدن چیز وجود داره، مثل علت فاعلی یا علت سوریش، اما علت غایی همواره پس از اون پدید میاد. میگه یعنی داری تو معلول علت رو توضیح میدی. آنچه طبیعتاً مقدم است رو مؤخر میسازد، این نحو استدلال کردن، یعنی آن چیزی که طبیعتاً مقدمه خب علته، اما شما علت غایی همواره مؤخره. و مهمتر از همه، آنچه برترین و کاملترین است را ناقص می‌سازد. برترین و کاملترین همون وضعیت اولیه است، خود علته. اگر خداوند که برترین علته و کاملترین علته،
اگر به محض اینکه این رو بر اساس تلئولوژی بفهمیم احساس میکنیم در نتیجه باید بگیم که خدا هم برای اینکه کاملتر بشه باید خلق بکنه، غایتی داشته از خلق. ببینین، میخواسته به یه چیزی برسه، به یه غایتی برسه، حتی اگر بگین اون غایت به نفع موجوداته نه به نفع خودش. این تمایزی ایجاد بکنین و بگی که این غایتی که خدا از خلق داشت ربطی به خودش نداشت، این غایت ربط داشت به این که میخواستش که مخلوقاتش به کمال برسن نه خودش. در هر صورت این غایت خداونده و برای اینکه به این برسه نیاز داره که چه اتفاقی بیفته، نیاز داره که یه کارهای دیگه‌ای بکنه تا به اون برسه. و قدرت نامتناهی سرمدی چطور اینجا درگیر زمان شده؟ چرا باید درگیر زمان بشه قدرت نامتناهی؟ پس شما دارید این نگاه زمانی رو اصل قرار میدین و میندازین تصویرش رو روی قدرت سرمدی خداوند و اون وقت میگید که خداوند با اینکه قدرت نامتناهی دارد اما باید چیزها را در زمان یک به یک و یکی پس از دیگری پدید بیاورد. اینجا از دل نگاه مبتنی بر تخیل، از دل نگاهی که از منظر تناهی و زمانمندی نگریسته شده، دارید امر سرمدی و نازمانمند رو توضیح میدید و اینجاست که میگی ناقصش میکنی. با این کار قدرت نامتناهی خداوند رو ناقص میکنی، یعنی دیگه قدرت نامتناهی نیست دیگه. چرا؟ چون قید زمان، قید زمانمندی جلوشو گرفته، جلو تحققشو گرفته. باید یک سری اتفاقاتی بیفته در زمان تا بعد از اون اتفاق بعدی بیفته، حتی اگر این برای مخلوقات در نظر گرفته بشه. پس فرقی نمی کنه این چگونه نگریسته بشه این مسئله. خب میگه ما در تمام این تفکری که علت غایی رو پدید آوردیم، مدام داریم از مقایسه کردنی که بر اساس خیال کار میکنه داریم استفاده میکنیم و این همواره باعث میشه که ما درک نادرستی از مسئله داشته باشیم. اسپینوزا میگه اینا در پاسخ به این نقد که بگیم که خدا خب اینطوری نقص پیدا میکنه بر اساس نگاه غایت انگاری، باز دوباره استفاده میکنن از همون مطلبی که پیشتر هم بهش اشاره کرده بودن در اون یک، حالا من رو ازش گذشتم سریع‌تر، اما فقط اشاره میکنیم بهش. و اون اینه که گویی یک حالتی وجود داره که همه چیزو به اراده خدا نسبت بدی وقتی که نمیدانی علتش چیه. یعنی بگی که خب این فراتر از عقله، یعنی وقتی ازش میپرسی که پس این چگونه میشه با عقل توضیح دادنی نیست، بگی که خب خدا چنین خواسته، این لازمه اراده الهی. این تعبیر بسیار تند رو به کار میبره اسپینوزا، میگه اراده خدا برای این افراد معبد جهالت، یعنی the sanctuary of ignorance. این معبد جهالت، یعنی اونجاییه که شما جهالت رو دارید ستایش میکنید. یعنی میگی وقتی میگی اراده خدا، هیچ چیزی رو توضیح ندادی، فقط داری از توضیح دادن فرار میکنی، اما این فرار از توضیح دادنت رو بهش تقدس هم میبخشی. یعنی چون نمیتونی با این نوع تفکر مبتنی بر تخیل این مسئله رو توضیح بدی که چرا غایت انگاری میکنی در جهان، و لوازمی داره این نگاه غایت انگاری که داره خدا رو ناقص میکنه، میگه این دیگه فراتر از عقل ماست و این به اراده خدا بستگی داره، خدا این گونه اراده کرده. اینجا شما هیچ توضیحی ندادی، منتها داری یه فریبم میدی، هم داری فرار میکنی از پاسخ دادن، هم داری از پاسخ ندادن و جهالتت یه تقدسی هم بیرون میاری. یعنی میگی ببین این دیگه خواسته خداست، من نمیتونم. یه جوری داری تقدس میبخشی به جهالت خودت و این دیگه خیلی به نظر اسپینوزا کار نادرستیه. اما قسمت سوم که دیگه بخش پایانیه و مطلب جمع میشه توش، رب داره بر این که خب اگر هر چیزی مبتنی بر فهم انسان رخ میده،
پس هر چیزی که مهمترین چیز در هر چیز فایده مندی اون برای انسانه، این میشه منشأ تمام خطاهای بعدی. یعنی به محض اینکه شما این تئولوژی رو پذیرفتید و اون رو با خیال خودتون در مقایسه‌ای که بین خب چیزها دارن رخ میدن، علتشون رو نمیدونی اما میدونی که خودت در خودت یک نیروی داری که بر اساس اون چیزهایی رو پدید میاری، به اونم به این خاطر که علت این رو نمیدونی پس میگی حتما در جهان هم یه همچین نیروی وجود داره که داره بر اساس یک طرح کلانی بر اساس نیازهای خودش این کار رو انجام میده، بعد میگی اون موجود خودش نیازهایی نداره پس به خاطر نیازهای من این طبیعت رو آفریده اون موجود با اون قدرت که نیازهای من برآورده بشه. ببین همه این میگه این یک بافت خیالیه دیگه، شما داری خدا رو با خودت مقایسه میکنی، در یک کلام طبیعت رو داری با خودت مقایسه میکنی و در این مقایسه میاندیشی و این مقایسه بر یک خطای بنیادین استواره و اون چیه؟ آگاه بودن از میلت در این حال ناآگاه بودن از علت میلت که باعث شده باور بکنی به آزاد بودن که آزادی. این فهم نادرست مبنای غایت انگاری که بعد بیایی بگی خدا هم اراده آزادی دارد، دقیقا داری این تصویر رو میندازی بر روی خداوند و بعد میگی خدا این جهان رو آفریده پس غایتی داشته حتما از جهان، همونطور که من غایتی دارم از تمام اعمالم، و بعد بگی که اون غایت که خودش نیست، خودش که نیاز نداره به این، پس اون کسی که نیاز داره منم دیگه، برای من آفریده، اون مهمترین موجودی که در جهان هست منم. این باور شکل میگیره که همه چیز آفریده شده به این خاطر که برای من مفید باشه. خب بر این اساس من یک معیار ارزشیابی پیدا کردم برای چیزها در جهان، هر چقدر چیزی مفیدتر برای من باشه خوبتره بهتره، هر چقدر چیزی نامفیدتر یا مضر باشه برای من اون بدتره زشتره ناخواستنیتره. این یک ارزش گذاری پیدا شد، این معیار ارزش گذاری پیدا شد بر اساس چی؟ بر اساس مرکزیت من و امیال من. یعنی گویی خدا تمام جهان را آفریده فقط برای من که من به کمال برسم، همه این موجودات وسیله‌ای هستند برای رسیدن من به غایت خودم و به کمال خودم. در این تصویر خب پس هر چیزی که مرا کمک بکند در راستای رسیدن به اون کمال میشه خوب و زیبا و منظم و ثواب و به درد بخور و خلاصه مثبت. هر آنچه که مرا دور کند از اون میشه بد و زشت و نامرتب و گناه و همه این مفاهیمی که همه این مفاهیم که ساختین نکوهش پذیر و اینا، همه بر اساس این معیار بودن چیه؟ مفید بودن چیزها برای منه. هر چیزی که مفید باشه، یعنی دیگه با همه چیز بر اساس همین الگو و همین فهم پیش میریم. یعنی مثلا میگه در اوردر خیلی تعبیر قشنگی داره، میگه وقتی که ما ماهیت چیزها رو نمیدونیم اونا رو تخیل میکنیم، تخیل جای فهم رو میگیره، پس به خاطر جهل نسبت به چیزها و ماهیت خودش باور میکنه که در میان چیزها ترتیبی وجود داره. چرا؟ چون وقتی چیزها مرتب باشند من راحت تر میتونم اونها رو تخیل کنم، و اگر اونها مرتب نباشن نمیتونم. نامرتب باشن یعنی تخیل، چیزی که نامرتبه دقیقا یعنی چیزی که تخیلش سخته. مثلا بخوای محیط، مثلا بخوای محیط یا مساحت چنزلی نامنتظم رو پیدا بکنی، خب سخت میشه دیگه، خیلی دشوار میشه. آدم از این از چنزلی منتظم خوشش میاد، انسان از اقتران خوشش میاد، یعنی قرینه سازی. این قرینه سازی هایی که انجام میشه، یعنی همیشه قرینه سازی کردن یه چیزیه دیگه، یک هر جا میخوای نظم درست کنیم ما شروع میکنیم قرینه سازی کردن. این ساده ترین تصویریه که ما از نظم داریم که از خیالمون برمی‌گرفته میشه و در جهان پیاده میشه. چیزها رو بر اساس یک نظم شکل میدیم، یک نظمی که خیلی ساده است، قرینه سازی میکنیم. یه کودک هم این رو بلده، یاد میگیره به سادگی. اما امروز ما میدونیم، سالهاست میدونیم، هنر مدرن این رو میدونه که قرینه سازی ابتدایی ترین نوع ساختن رسیدن به زیباییه. بسیار جاها در نبودن قرینه است و در
اون فضای کمپوزیسیون و اون ترکیب به قول خوشنویس‌ها خلوت و جلوت یا فضای خالی و فضای پر هستش که یک سری فضاهای بسیار بسیار یگانه منظم اما دارای نظم بسیار پیچیده و که نیاز به درک و تحلیل و تفسیر داره تا اون نظم کشف بشه میرسه انسان. این یه چیزیه که اما خیال ما دوست داره که خیلی ساده باشه. برای همین وقتی که آدم های عادی به هنر مدرن میرسن، این خیلی مثال خوبیه دوستان، به هنر مدرن برسن، به هر چیزی در هر زمینه، مثلا سینما باشه، موسیقی باشه، نقاشی باشه، هر زمینه، آدم ها خوششون نمیاد در وهله اول. چرا؟ چون نمیتونن درکش کنن. میگه این چیه؟ زشته. دقیقا داره این اسم نظام میگه. میگه وقتی تو این چیز نظمش رو درک نکنی میگه زشته. در جا برای شما این چیز میشه، این ارزشیابی انجام میشه. چرا؟ چون اصل رو این قرار دادی که اصل فهم من از جهانه. اگر چیزی با فهم من جور در نمیاد، من فهمم رو تغییر نمیدم. اون باید متناسب باشه و چون نیست بده، چون نیست زشته. ببینید در جای ارزش گذاری انجام میشه، این تحلیلیه که اسپینوزا داره به ما میده. بنابراین اگر بگی که خدا همه چیزها رو منظم آفریده، داری در واقع خیال به خداوند نسبت میدی. خدا بر اساس تخیلش جهان رو آفریده و تخیل در درون خودش متأثر شدن رو داره. شما خیال رو به خدا نمیتونی نسبت بدی به معنای متأثر شدن از اون منظر، تحت سرمدیت منظورشه، و الا تحت متناهی بودن که هر چیزی رو به خدا نسبت میدیم. خب اینجاست که این خطای بزرگ شکل میگیره. یعنی این که میخواد بگه چرا این مادر تمام خطاهای دیگر این نگاه تلئولوژیک دیگه روشن میشه، که میگه تمام این ارزش داوری هایی که نسبت به جهان ما میکنیم همه ریشه در این خلاصه خطای ساده ای دارن که در فهم ما پدید میاد. پایان بندی خیلی قشنگه در این کار. اسپینوزا به ما میگه که انسان انقدر میتونه دیوانه باشه که باور کنه که خدا از هارمونی لذت میبره. باز هم در راستای همون تخیل و ایمیجینیشن، که شما انقدر میتونی نادرست بیاندیشی که چیزهای به این عجیبی رو به خدا نسبت بدی. علت همه اینها چیه؟ همون علتی که گفت، که داری چیزها رو بر اساس disposition of your brain میگی، بر اساس اون ساختار و سرشت مغز خودت، بر اساس تأثیرات تخیلات را به جای چیزها گرفتن داری این حرف رو میزنی. با نگاه خیالی داری به جهان نگاه میکنی، و وقتی چنین نگریستی به جهان و تلئولوژیست و قایت انگار شدی، وقت این چیزهای بسیار عجیب و غریب رو هم میتونی به خداوند نسبت بدی، که خداوند مثلا از نظم خوشش میاد و از بی نظمی بیزاره، از هارمونی خوشش میاد و از مثلا دیسونانس و خلاصه ناسازی و ناهمسازی خوشش نمیاد. اینا همه حرفایی میشه که میزنی. خب اگر چنین بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر بر اساس خیال حرف بزنی، بر اساس ساختار مغزت حرف بزنی، so many heads so many attitudes، یعنی این مثال تمثیل رو بگم، میگه به تعداد سرهای انسانها در جهان نگرشون وقت نسبت به خدا وجود خواهد اومد، چون ساختارهای مغزها با هم فرق داره، تخیلاتشون فرق داره، هر کسی یه چیزی نسبت میده، و این مبدع وجود شکاکیت هم خواهد شد. چرا؟ چون مبنای حکم کردن ما درباره واقعیت نه آنچه هست، نه ضرورت‌های عقلانی، بلکه تأثیرات خیال و ساختار مغزی ماست. خب
بنابراین ما میفهمیم که تمام اون مفاهیمی که انسانهای عادی عادت کردن که طبیعت رو با اون تبیین کنن نیستند مگر حالات تخیل، و اینها ماهیت و طبیعت هیچ چیزی رو نشون نمیدن جز چی؟ جز ساختار خیال و مغز خودشون رو دارن نشون میدن. در بخش پایانی دو تا از نمونه از این استدلال ها رو به کار میبره و نقضشون میکنه که خیلی خیلی مهمه. یکی مسئله اینه که اگر همه چیز، میگه خب اگر همه چیزها منتشی شده اند از ضرورت طبیعت کامل خداوند، پس چرا اینقدر در طبیعت نقص وجود داره؟ این وقتی که غایت انگار باشی این سوال ها برات پیش میاد، میخواد اینو بگی. وقتی شروع میکنی اینطوری فکر کردن، میگه خب خدا که کامل ترینه، پس چرا انقدر در طبیعت نقص وجود داره؟ اسپینوزا میگه همین که گفتی نقص، توجه کن به این که این نقص از منظر کی نقصه. آن چیزی رو که ناقص در نظر گرفتیش بر اساس چی ناقصه؟ ناقصه چون برای تو خوب نیست؟ ناقصه چون به تو فایده نمیرسونه؟ توجه میشین؟ از دل این مسئله و مسئله بعدی من یه استدلال میکنم در باره این که بشه گفت پاسخ اسپینوزا به مسئله شر چیه. بعدی رو میخونیم بعد خدمتون عرض میکنم. یا سوال بعدی میپرسیم که چرا خدا همه انسانها رو جوری نیافرید که فقط از عقل پیروی کنن؟ این همون سوالی که دکارت هم میپرسه و بسیار خودشو به در و دیوار میزنه تا بخواد جوابشو بده، هم در فصل چهارم تأمل چهارم که میخواد بحث ماهیت و خطا رو بکنه، هم در انفعالات نفسانی. این براش بسیار دردسرسازه که خلاصه چرا انسان یه جوری آفریده نشد؟ خدایی که کامله، چرا انسان رو آنقدر کامل نیافرید که خطا نکنه؟ بعد مجبوری این تفسیرهای رواقی رو بگی که آنچه برای تو خطاست مثلا در نظم کلی جهان خطا نیست، در صورتی که اصلا مسئله رو باید جور دیگری باهاش روبرو بشی. مسئله اینه که اصلا حق نداری اینطوری نسبت به قضیه بنگری تا این سوال طرح بشه برات. یعنی اگر مشکل شر داره طرح میشه برات که خداوند چرا مثلا اون زلزله لیسبون که در پایان قرن 17 ببخشید رخ داد و بسیار چالش ایجاد کرد در جهان مسیحی، که خب انسانهایی بدون گناه، کودک، خشک و تر، همه با این زلزله کشته شدند، خب چرا خدا باید چنین کاری رو بکنه؟ اسپینوزا اینجا میگه که خب شما چرا خیال کردید که خدا باید کارهایی که در طبیعت انجام میشه همه باید به نفع شما باشه؟ چرا خیال کردید که طبیعت باید پاسخ شما رو بده؟ یعنی اگه کار خوبی کردین اون هم به شما پاسخ خوب بده، اگه کار بدی کردید اون هم به شما پاسخ بد بده. اسپینوزا میگه این نگاه غایت انگاره، داری طبیعت رو در خدمت خودت میبینی. طبیعت نامتناهیه، طبیعت نسبت به تو ایندیفرنته. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه تو به خاطر عاداتی که کسب میکنی نتیجه اون عادات و رفتارهات به خودت برگرده و خودت رو اذیت بکنه. یعنی مثل اینکه تو آدم حسودی هستی، خب حسد اولین کسی رو که اذیت میکنه خود کسیه که حسودی میکنه. آره این ممکنه. اما اینکه اگه خیال کردی چون حسد کردی نسبت به دیگری یه جایی باید یه کسی دیگه مثلا یه بلایی سر تو بیاره، تو داری طبیعت رو به اندازه مغز خودت و جهان خودت کوچک میکنی و مهمتر از همه خودت رو در مرکز طبیعت قرار میدی و میگی همه ی آنچه در طبیعت رخ میدهد باید به نحوی باشد که برای من عادلانه باشد، مطابق با آن چه باشد که من درک میکنم. برای همین میشه از سخن اسپینوزا این تعبیر بسیار مشهوری که در روانشناسی های عادی گفته میشه، در ویژه جهان مدرن، که اولین گامی که شما بتونید درک بکنید مشکلاتتون رو و باهاشون بتونید تعامل کنید اینی که دریابید که life is not fair، زندگی عادلانه نیست. یعنی چی؟ به این معنا عادلانه نیست، به این معنا که تو مرکز جهان نیستی، که هر چیزی برای تو اتفاق افتاد حتما باید به نحوی جبران بشه. طبیعت نامتناهیه
و قوانین خودش رو داره، نه قوانین ذهن تو رو. به اندازه ذهن من و تو کوچک نیست جهان که بخوایم هی کوچکش کنیم. مسئله شر داره بر اساس چنین نگرشی اصلا پدید میاد. یعنی اسپینوزا بذاری که پاسخ بده، اول داره ما نشون میده که اصلا این نحو نگرش چگونه این پرسش ها را سبب میشود. بعدم پاسخ میده، میگه خب اگه خیال کردی چرا خدا انسان اینطوری نیافرید که خطا نکنه، خیلی آشکاره، به خاطر اینکه اون متریال کم نداشت تا هر چیزی رو پدید بیاره. قدرت نامتناهی خدا میدین یعنی چی؟ یعنی از ضعیفترین تا قویترین موجودات را همه را پدید بیاورد، نه فقط قویترین موجودات را، هر آنچه ممکن است را پدید می آورد، در ضعیفترین مرتبه تا قویترین مرتبه. هیچ چیزی جلو دارش نیست، هیچ جا ماده کم نمیاره. پس لازمه گویی لازمه قدرت نامتناهی خداوند آن چیزی که تو مسئله شر در نظر میگیری. چرا شر پدید میاد در جهان؟ چون هر آنچه ممکنه پدید بیاد پدید میاد. اینم یک این قانون مورفی دیگه ها، قانون مورفی در واقع اشاره به همین مسئله است که هر آنچه ممکن باشه رخ بده رخ میده. این برای اسپینوزا اینطوری فهم میشه. چرا؟ چون قدرت نامتناهی هیچ مانعی برای پدید آوردن هر آنچه به ذهن ما ممکنه نداره، پس اون رو پدید میاره. و این در عین حالی که دوستان ممکنه خیلی به ظاهر تلخ و بد بیاد، اما اگر بتونید باهاش نسبت برقرار کنید، یک نگاه بسیار مثبت و چیزی در آدم ایجاد میکنه نسبت به جهان، که یکیش همینه که هر آن چه ممکنه، گرچه ممکنه اولش آدم بگه پس همه بدی ها اتفاق میفته، آره خب همه خوبی ها هم اتفاق میفته. یعنی بدی و خوبی رو اگر متوجه بشید که ناظر به آن چیزیه که من دارم در نسبت میدم به جهان، وقت هم تغییر پذیره، هم خودتو مدام میتونی باهاش در تعامل قرار بدی و استفاده بهینه بکنی، و هم در عین حال متوجه میشی که هر چقدر هر چیز بدی ممکنه رخ بده، اما هر چیز خوبی هم ممکنه. یعنی هر چیزی که تخیل میکنی و میخوای بهش برسی، این ممکنه، اصلا هیچ منعی وجود نداره در برابرش، به شرطی که بتونی اون علل پدید آورنده اون وضعیت رو بشناسی و ازشون به درستی استفاده بکن. هیچ مانعی وجود نداره ذاتی برای رخ دادن آنچه تصورش ممکن است خداوند. بنابراین چرا انسان رو به نحوی نیافرید که فقط با عقل کار کنه؟ خب برای اینکه پدید آمدن خیال هم لازمه کمال قدرت الهیه، پدید آمدن حس هم لازمه قدرت الهیه، پدید آمدن هر چیزی در جهان لازمه قدرت الهیه، چون همه چیزها بیانگرن، منتها چیزها ضعیف و قوی دارن، و این ضعف و قدرت هاست که منشأ این تصور در ذهن ما میشه که این بده اون خوبه. چرا؟ چون ممکنه یه چیز ضعیفی نتونه اون خواسته من رو انجام بده و من رو به خطا بندازه، اما قرار نبوده اون کار رو انجام بده. مثلا چی؟ مثلا حس من قراره که به من یک سری داده هایی رو بده از جهان خارج، داره این کار رو انجام میده. این که من بر اساس حسم فریب بخورم و قاشق شکسته ای تور لیوان رو واقعا قاشق شکسته بیانگارم، این تقصیر حس نیست. حس هر آنچه هست رو به من میده و در این کارش هیچ محدودیتی هم نداره. اما این که حس نمیتونه یک قوه قابل اعتمادی برای داوری درباره واقعیت جهان باشه، بخاطر اینکه ضعف داره این حس از لحاظ قدرت شناختی، اما در این حال تو عقل هم داری، خب از اون میتونی استفاده کنی. اینا در واقع سخنهایی که اسپینوزا میتونه به ما بگه. بحث ما تمام شد و امیدوارم که در جلسه آینده فصل دوم رو آغاز بکنیم. خسته نباشید، خدا نگهدار.